مسجد رسمی شهر آتن که بارها افتتاحام به بحانه های مختلف تأخیر افتاده این بار به دلیل شیوع ویروس کرونا افتتاح نشد مسئولان حکومتی اعلام کردند که مسجد در اواخر سال جاری میلادی افتتاح خواهد شد زیرا بیماری کرونا مانع از آماده سازی های لازم شده است پروژه ساخت تنها مسجد رسمی شهر آتن در سال 2007 با وجود مخالفت های شدید از جالب کلیسای ارتودکس و احساسات ناسیونالیستی علیه کشور همسایه ترکیه آغاز شد وزارت آموزش و امور مذهبی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت روند کار تا حدی شو... روند کار تا حدی در طی شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاد اما ما کار را سرعت میبخشیم و هدف ما این است که مسجد تا پایان پاییز افتتاح شود یکی دیگر از منابع دولتی گفت اگر اتفاق دیگری نیفتد پایان اکتبر یک هدف واقع گرایانه است. آتن تنها پایتخت اروپا بدون مسجد رسمی است. مسجد آتن که می تواند حدود 350 نفر را در خود جای دهد با بودجه دولت در سال 2019 به پایان رسید. تنها مسجد رسمی مجوزدار در یونان در منطقه مرزی شمالی این کشور با ترکیه قرار دارد که حدود 150 هزار مسلمان در آنجا زندگی می کنند.